سلام آقای بهنود، 40 سال پیش چنین روزی 13 بهمن افتاد به روز جمعه و ما فکر کردیم که از این فرصت استفاده کنیم به بحث زنان بپردازیم و دغدغه هاشون در اون روزها که اتفاقا از بحث های مهم هم بود. تقریبا میشه گفت از موقعی که جنبش حالا هنوز شکل انقلاب نگرفته بود، به صورت حرکت های اعتراضی بود، حرکت خانم‌ها بسیار پررنگ بود. در اولین روزهایی که ماجرای گرفتن مردم و مصادره و اینا شروع شد و در مدرسه علوی، به یاد میارم که دیدم در روی انبوهی از اموال که ریخته گذاشته بودن تو حیات مدرسه و هر کی هر چی رو می آورد فکر می‌کرد اینجا تو مدرسه میتونه جا بده، خانم ستاره فرمانفرماییم که یکی از پیشروترین آدم‌ها تو این زمینه بود، اون بالا نشسته بود و هی به ریش اینا اون می‌خندید و همه اصرار داشتن که او یه چیزی سرش بکنه و اون نمی‌کرد و این حادثه هر روز تو شهر وجود داشت، لحظه به لحظه وجود داشت. خب شاید بعد نباشه همینجا اشاره کنیم به اولین مصاحبه اختصاصی روزنامه کیهان با آقای خمینی که خانم امیری انجام دادن و اونجا خانم امیری میگن که چون شما منو به عنوان یک زن پذیرفتین، این میتونه نشون دهنده این باشه که این نهضت و اسلام دین مترقی هست. ایشون هم خب جواب تلخی میده، در حقیقت میگه که به این اومدن شما نشون دهنده ترقی نیست، این چیزها رو دوره شاه تو سر شما کردن و بعدم آخرش هم وعده میده میگه میام درستش میکنیم. البته میگه که من اصلا شما رو نپذیرفتم. خب میخوایم بریم یه نگاهی بکنیم به بیانیه 17 دی ما. آره، از این بیانیه ها گفته باشم که در اون روزا در تو روزنامه ها زیاد هست و گروه های تشکیل می شدن، خیلی هم معلوم نبودش که اینا مثلا گروه مفصل و اسامی باشن، ولی بعضیشون بودن که یعنی داشت جامعه مدنی شکل می گرفت یه جورایی. از جمله گروهی که اسم برید که اسمش بود گروه مؤسسان موقت انجمن ملی زنان ایران. اینجا میگن که توی این بیانیه میگه که آیا زنان از نشستن بر کرسی وکالت و وزارت و ریاست و بالاخره مدیریت محروم میشن، و بعد اشاره میکنه به زنان پزشک و استاد و هوانورد و افسر نیروی و کشاورز و اینا که آیا اینا باید برن کنج خونه یا نه. این سوال به جایی است که کردن، جاهای مختلف همین مطرح میشد. چرا؟ چون پیشبینی لابد میکردن اون چی که یک ماه بعد اتفاق افتاد و دولت موقت یه لایحه‌ای رو به تصویب رسوند که در حقیقت الغا میکرد حقوق زنان رو، و به خصوص وقتی که ابلاغ شد در مورد دادگستری و خانمهای وکیل و خانمهای قاضی رو عملاً معنیش این بود که برکنار کرد. تمام این اتفاقا نهایتاً ختم شد به اون تظاهرات معروف 8 مارس که 22 اسفند برگزار شد و با شعار یا روسری یا توسری، که روزنامه آیندگان هم که الان می‌بینیم روی دیوار کاملاً پوشش داد و نشون داد. بله، می‌بینید که آیندگان و بقیه روزنامه اون روز رو انتشار دادن، همینطور که میگید. حالا گیرم نه بقیه، به اندازه آیندگان. حرف داریوش فروهر اون بالا مهمه که میگه زنان از حقوق مزایای مشابه مردا بهره مند خواهند شد. ببینید، هر روز روزنامه ها در اون مدت خبرهای هست راجع به اجتماعی، منتها گاهی اوقات این اجتماعی وسیع تری میشد، مثل 8 مارس که پیش اومد، و پایش هم روی تظاهراتی بود که خانم های با حجاب کرده بودند و تو اون از جمله گفته شده بود یا روسری یا توسری، و در نتیجه جوابش اومد توی جای عمومی. حالا یه نمونهش، یه دونه از این تظاهرات رو با عکسایی که از کاوه گلستان هست ببینیم که اینجا بیشتر نشون میده که خانم‌ها به هر حال مطرحند، یعنی اگرم نه مستقیما به عنوان اصلی، به هر حال در جای مختلف و اصرار دارن به این که بدون روسری باشن. البته اون طرف هم هست، یعنی اون طرف هم یه گروهی در حال رشد هست که چادر رو به طور وسیعی وارد صحنه کرده. از اون ور روزنامه ها که ازشون صحبت میکنیم، اونا هم وارد این نبرد شدند. از جمله میبینید که این پوستر رو، این کشته داریوش رادپور هست، این عکس هم مال همون تظاهراتی است که تظاهراتی شد که اسمش بود نه روسری نه توسری. این مال مجله تهران مصور. بله. در روزهای آینده میپردازیم به روزنامه های دیگه و موضوعات دیگه. ممنون آقای بهنود.